عجید اون بالا چی کار میکنی تو؟ پروفسور چه بیخبر؟ چی شده؟ چی بودم؟ صبح اومدم آب استخر رو خالی کنم انگشترم گذاشتم لب استخر این کلاغ اومد پرید قافش زد برد تو لونش پدت زد بیخیال با مجید کلاغ چی کار با انگشتر تو داره آخه؟ نه آخه این انگشتر شانسم کلی فن و فلوس دادم از آقا جون گرفتمش الان زورم میاد یه کلاغ ریغو بیاد قافش بزنه ببر گرفتی؟ آره بر مکم بگیم نمیخواد اصلا نه بلشون این کار تو نیست به سر فرصت خودم میام بینو بگی به موقع میارمش کن گرفتی یا یه ای بابا کورم کردی مکم بگی گرفتی دیگه بپا از تو مکم بگیر نردبون مکم دست داده نه یاد نردبون رو بگیر گرفتمش دیگه مرخصی اومدی لاغر شدی آشخوریه دیگه چای کباب که نمیدن به آدم خدایی تمام شخواهش کندی مام بابا بیداره ها آقا جون که صبح کار داشت رفه کاراش مامونم بیداره مرد شدی یا درم گفتم مرد شدی با رفتی ها خاک بر سرت کنم عجی ها رفت چیه؟ چی؟ سفید شده رفته شما بابا بای سر میشه حالی هاش خانم هاش خانم باز بودم پایی اومدیم خیلی خب بیا بابا بیا یه سورپرایز واسه دارم بیا سالت شد من تو این خونه نماز میخونم فهمیدم دیگه بیا اینجا بیا دار بیا بیا بهم اعتماد کنم مجید باز این شد سال اعتماد کردی بد دیدیم یه برو برو صاف برو صاف برو 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 چپ حالا مجید نکو صبح از سخت فرو آخه این چی کاری ها دست بگی جلو نخوری به در دیوار خور بیا یا امام حسین قربون قدرت برم امیدمه بله آشنام باش الهی قربون من شکلت دارم من که هر روز خوشگلتر میشی کی اومدی؟ همین الان این همیشه هم سلام علیک تو کارت نیست ببخشت سلام مشتلق ما رو بده دیگه سوگولی تو بسط آوردن با ادبه کفش در میاره یه هایده جون ما تو فامیلمون کسی رو داشتیم من قضود موه سفید چه تا خوبی کچر ها چی خانم کاری داشتی ما رو صدا کنم الله اکبر صد دفعه بهت گفتم به من نگو ها چی خانم میگم چه خبره امروز ابروهاتو رنگ کردی هایده جون خط خانم داری؟ تو هی بگو هایده جون اونم هی بگی هاچ خانم من نمیفهمم این مامان چش شما با آدم نمیگی؟ چشم چند روز میمونی؟ چند روزی هست یعنی دقیقاً چند روز؟ هستم دیگه یک دو هفته میمونم خوبه بازم چطور گذاشتن اینقدر طولانی بیاد؟ به به نون تازه هایده خانوم نوش جونه چه میدونم؟ بگیر نگیر داره دیگه تشویقی همیشه تنبیهت میکردن چطور شده این دفعه تشویقت کردن؟ سرمون خورده به سنگ مادر من زیر پرچم دیگه آدم شدی میگم آدم این خواستگارش کی هست انقدر شلوغش کردی مرزه خانم یادته همسایه کوچه پشتیمون پسرش کوروش کوروش آره ولی اونا که خیلی وقت از این محل رفتن از این محل رفتن از دنیا که نرفتن که حالا چی کار میکنی کوروش؟
آلمان زندگی میکنه، تو بی ام وم کار میکنه، اومده سارا رو بگیره ببره بی ام و. بعد شما هم باور کردین دیگه، اون موفه دماغش و مامانش به زور جمع و جور میکرد. حالا که باز خودش مهندسی شده. بعدش هم اون موقع که اینا از این محل رفتن، سارا هنوز بچه بود، کی دیدن هم دیگه رو اصلا. چایی میخوری؟ مرزی خانم که دیده، خودشون هم انگاری تو کامپیوتر دیدن هم دیگه رو. میگم این کامپیوتر هم خوب جایی ها واسه دیدن هم دیگه رو. بیا بگین لقمه. نه نمیخورم، چربی واسه هم اصرار نکن. بگیر دیگه فرزن نزن بخور. نه نه چه نه دیر شد. مادر کجا میری؟ بیا صابونه بخونم. مامان جوجمان دارم خیلی. ای امید سلام، چطوری؟ سلام کچل عاشقو. نیمرو میخوری وسط بنداز؟ نه مامان جون خیلی دیرم دارم. چایی میارم. این چه خوبه سارا، خودت درستش کردی؟ با خاطره. اه خاطره؟ هستش هنوز؟ کجا رفت؟ چی همینجوری؟ پس هنوز اون کارتو برات انجام میده؟ خفه بابا، هنوز کار خودم هست. نه سوزی ها مادم. خب درست بشه صابونتو بخور دیگه. اینجاشو اشتباه درست نکردی چون اصلش داره میمیزه پایین. سارا جان، مادر چرا استخرشو درست نکردی به این قشنگی؟ بذار من بیام کمکت. مهربانی شدی اخوابی. بده من میارم. اون چون خدافر. هیچی نخوردی. بخورم کنم. عینک تو نمیزنی؟ لیزه کردم دیگه، مگه مامان بهت نگفت؟ اه نه وقت نشد. همیشه اخبار من دیرتر سنه به همه میگه. اختیار داری سارا جون، از صبح که من اومدم با مامان همش داریم راجع به اخبار حضرت عالی حرف میزنیم. ببین دعا کن بشه، خیلی خوبه. دوستش داری؟ آره خوب، آره. ولی ببین فکر کن بری مونیخ تو دمای 10 درجه زیر صفر، ولی سالن آریاس آرنا هات‌داگ بخوری، داد بزنی، بایر بایر خیلی خوبه. ببین راستی می‌دونی گواردیولا شده مربیشون؟ تو مناطق محروم مرزی پس چی بهتون میگن؟ میگم سارا کوروش دیدیش اصلا؟ ببین گزارش زندگیشو هر روز لحظه به لحظه با موبایل بهم میده. هفته پیشم اعزامش کردم استادیوم، کل بازی رو آنلاین نشون. سارا مادر هنوز نرفتی؟ گفتی دیرم شده که. دیگه دارم میرم دیگه. به جمع نمیرسی. رفتم. خب پس هنوز از نزدیک ندیدیش. بچه باحالیه. میگم سارا اینجوری هم بدون عینک خوبه، اصلا بهتره. ایشلی ویلیش اخوی خلافرس. امید جان مادر بیا کمک کن، سنگین من نمیتون. چشم. از او بر بکش. روز خواستگاری با این همه گرفتاری امتحان این دختر کم بود. با تو تمیز کن. هنوز خیس آیده جون. باید نمدار پهن کنم. قر نزن. مادر برو نردبونم بیار. چشم. به مجیدم بگو به بابات یه زنگ بزنه. باشه چشم. آقا من مخلص شما، من اصلا به خاطر کار شما دارم میرم دبی. برسم اونجا جلسه تموم بشه از همونجا به شما زنگ میزنم، درهم‌ها رو جابجا میکنم. فقط اگه میشه شما این زنگه رو بزنید واسه بابای ما. مجید آقا این بنده خدا اصلا خبر نداشته که. مجید آقا من با شما طرفم، من میرسونم پولو دیگه. مجید میشه یه ساعت دیگه زنگ بزنم برای راحت. چشم چشم به منشیتون زنگ. بله برموش مخلصیم. خداحافظ. خداحافظ. داری میری سفر؟ دارم میرم دبی. کاری داشتی؟ بابا کجاست مجید؟ رفته دادگستری. واسه چی؟ واسه کار اداری. آدم واسه چی میره دادگستری؟ خب پس واسه چی مامان گفتش بگم بهش زنگ بزنی؟ لابد یه خبریه دیگه.
هیچ خبری نیست. خودش میاد بیرون بهمون زنگ میزنه. خب پس به مامان چی بگم؟ همینا که گفتم و بگو. الان هم یک کاری نداری برو که من به این کارو برسم. مرحمت داری. سارا مثل دختر خودتون چه فرقی میکنه؟ دست بوسه. مامان یه ترسیدم. بله والا من که کوروش خانو ندیدم تو این سنشون. سارا یه عکس به من نشون داد، ماشالله هزار ماشالله، آقایی و نجابت و باکلاس بودن ازش میباره. من همیشه پشت سرتونم گفتم از وقتی که شما و خانوادتون رو شناختم گلی گل جانندازی ها. یادش بخیر کوروش خان و مجید تو حیات ما بازی میکردن. چقدر زود گذشت، ولی خب فکر کنم که دیگه حیات ما حیات خلوته واسه کوروش خان با اون موقعیتی که توی آلمان دارن و شما تعریف کردیم اینا. بله بله چشم، ایشالله خدا سایه شما رو از سر ایشون و سارا کم نکنه. میبینم تو، خداحافظ. شما هم سلام برسونید. خداحافظ. مرحمت داریم. ممنونم. خداحافظ. بله بله خداحافظ. صد دفعه خداحافظی میکنم. یه بار خداحافظی کنم تموشه بره دیگه. خیلی خوب نگر داشتم. این کوروش هم سن و سال مجید ها کم زیاد نیست فاصلش با سارا؟ ای مادر این دور و زمونه که دیگه این چیزا مهم نیست که. میگم یعنی این همه را بلند شده اومده اینجا بیاد سارا رو بگیره؟ چه اشکالی داره؟ از خودش هم باشه. اشکال که نداره، ولی میگم دور و برش دختر مختر نبود. اونا که فک فامیل زیاد دارن که. حالا یه آدم حسابی اومده خواستگاری سارا، تو چرا دردت گرفته؟ دردم نگرفته. میگم من فقط به این قضیه کم مشکوکم. یعنی یه جوریه. مطمئنی یارو قبلا زن و بچه نداشته؟ نه بابا طفلک، همش تنها بوده. من نمیدونم چرا هر کی اونور زندگی میکنه از نظر شما حتما کارش درسته. حالا اگه این یارو همین الان تو ایران زندگی میکرد هزار جور ابریزو درست روش میذاشتی. نه فداچه، اینجورام که میگی نیست. این بابا مهندس ارشد بنوس، دای احمدت هم تاتوشو در آورده. اون وقت این کوروشه میدونه ماجرای سارا رو؟ ماجرای سارا؟ سارا ماجرایی نداره. خیلی خوب، هر جور صدا. اینجوری صلاحه. هایده جون جانم، مامان، مامان به بابا خودت زنگ نمیزنی؟ زنگ میزنم. تو این مدت که من نبودم چیزی شده؟ نه چیزی نشده. راستشو بگو. گرفتاری خونه است. این مشکل بانک حل نشد؟ نه حل نشد. دفعه قبل که گفتین خونه فکره شده که عجیب به من اینجوری گفته بود. منم به تو گفت. یعنی شما هنوز نمیدونی مجید حرفش حساب کتاب نداره؟ این بشر یه روده راست تو شکمش نیست مادر من. چی میگه؟ شده دیگه مجیده. لالا اوضاعمون چطوریه؟ اوضاع چی؟ پول و پله دیگه، بالاخره داری سارا رو میفرستی بره. کجا درستش کن. اونم یکی از بدبختی های دیگه. یعنی هیچ کی نیست ازش کمک بگیریم؟ هر کی صلاح بوده ازش کمک بگیریم گرفتیم. دیگه کسی نیست. برم ماما؟ نه خودم میرم. حتما این حاج خانم قیاسی. مگه نمرده بود؟ نه بابا سر ما رو گنده است.
بله بفرمایید بفرمایید حاج خانم. ماما سرشو گرم کن، من حوصله‌اش ندارم، اینو بزن برم بالا تو اتاق خودم. خوش اومدی. قربان محبتتون، خیلی ممنون. ببخشید من باید چای سبز خودمو بخورم. چه اشکال داره؟ فهم. فایده خانم جان، شما خودتون بهتر میدونین که در طول این سالا همه خانم‌ها هم مثل خود شما تمام تلاشمون بوده که بچه‌های تحت سرپرست مؤسسه به بهترین نحوی چه از نظر کیف و کفش و لباس و جهیزیه چیزی براشون کم و کسری نباشه، همه چی در حد عالی باشه و شما خودتون مخصوصا همیشه تاکید داشتین به اینکه حتی اگه شده از جیب خودمونم بذاریم تا بچه ها اوضاعشون آبرومندانه باشه. بله همینطوره، من همیشه تاکید داشتم. بله شما هم که ماشاءالله مدیر موفق و با تدبیر و حاج خانم گمون نکنم قدم رنجه کردیم برای این حرفا، حتما نکته مهم و خاصی چیزی پیش اومده. والا مریم پور داره میره خونه بخت. که انشالله به سلامتی همین شب جمعه. چه زود، همه چیش مرتب انجام شده؟ آره شکر خدا. خب چه کاری از دست من برمیاد؟ من شما نمیگین همه چیش مرتبه؟ والا بعضی از وسایل سنگینش مثل یخچال، جاروبرقی، اجاق گاز اینجور چیزاش هنوز خریداری نشده. خب زودتر بخرین، به خانوما بگیم برن این سرای عمی حضور تهیهش کنن، ترتیبشو بدن دیگه. خانما میدونم باید این کارو بکنم، منتها پولی که برای این کار گذاشتیم کنار سر جاش نیست. نیست؟ نه. از کجاست؟ نمیدونم والا، توی گاف صندوق پرونده‌ای که مال مریم بوده یه چک توش گذاشته بودیم برای همین کار، منتها رفتیم سراغ چیدیم مثلا چکه نیست. آخه کسی سراغ گاف صندوق نمیره جز خود من. خب منم به همین دلیل اینجا اومدم. پس شما از کجا متوجه شدی؟ ظاهرا شما کلیدی داده بدیم به فرزان خانم برای این چند روز که نیستیم. والا من که بی خبرم. شما اصلا نگران نباشید، درست میشه انشالله. من با هزینه خودم هر چی هست تکمیل میکنم براش میفرستم، تا بعد ببینیم چه بلای سر این چک اومده. امید جان. بله من باز میکنم. بیبخشی نیست که شما میمونم. تشریف داشته باشین حاج خانم. مجید برو آقای مومن کار دارم، برو
برو دو تا چای بردار بیار پروفسور. برو دیگه. هایده خانم از پذیرایت خیلی ممنون. سلامت باشی. راستی چشمتونم روشن که امید خانم اومده مرخصی. چشم مدلتون روشن. میبخشین دیگه. امید جان ما در ان شاءالله هر چی زودتر خدمت تموم شه برگردی. ممنون خانم، خدا نگهدار. امید جان چند تا چای بردار بیار. مجیدم همینو گفت. چشم. ببین آقای صادق وزیری، صحبت یه روز و یه هفته است. سه ماه شما داریم اونو بازی میکنیم مومن خدا. رضا خانم قیاسی رد شد. یه کنار، یه کنار. آقا بفرم. آقا بفرم. آقا بفرم. قبلا بیشتر از اینا به ما سرویس دادیم. قربونش، خیلی خوشم. خواهش میکنه. بفرم. خوش اومدید. خواهش میکنه. بفرم. زحمت کشیدید. خیلی ممنون. ببخشید. خداحافظ. زنده باشین ان شاء الله. خداحافظ. خداحافظ. آقا خواستگاری مراحل داره، بله برون داره، شیرنی خورون داره، ما تازه تو مرحله خواستگاریم. التماست کردم، گفتم بزنین رد بشه. آقا شما مثل پسر من میگید، حرف منو میفهمی. ما امشب اینجا خواستگاری داریم. من همین یه دختر دارم، به خدا همین یه خواهر دارم. ما تو این محل آبرو داریم، اینجا خونه آدم معتبریه. بیشتر زندگیمون به کار خیر گذشته. بذارید یه امروز بگذره. من خودم فردا برای تخلیه کمکتون میکنم. به امام حسین از صبح همینجور داره تنم میبرسه. ببینید هاش خانم، شما خانم متشرعی هستید. این خونه الان متعلق به بانکه. متوجه عرض بنده میشی؟ نمیگه نیست که میفهم. یعنی نماز نداره دیگه، خودتون میدونید. همین یه روزه، همین خونه قصبی. آقا نگو این حرف. چشم آجو دمت گرم. به خاطر شما ما میریم شنبه صبح میه. آقا من نمکردم، من چاکر شد. البته این فرصت آخره ها. بذار من ماچت کنم. باز دوباره دفعه نمیخواد ماچت کنی. باز دوباره دفعه بعد اینجوری نشه. باشه چشم. دست شما درد به خدا فرد کنه. ها بفهم. زنده باشه. سرکار بفهم. دست شما درد نکنه. باش من تو مورتون. ردیک. دست شما درد نکنه. خیلی به خدا لطفه. آقا خدا بزرگی کمتون نکن. قضیه چیه ماما؟ هیچی مادر، ادامه کار خونه است. اونا مأمور بودن های دجون، قضیه جدیه. امید جان قربونت، بیا بریم تو، وسط میگم ماده. بیا بریم. بیا امید جان، جان هایده بیا تو. امید این مطبق خانونه چون هفته من سیستم متعلق به بانک میباشم. بعد از سرمون آوردیم حجی، زندگیمون رو به فنا دادی. کسافت چیکار کردیم حجی؟ آروم باش آقا، آروم باشم که بیشتر گوه بزنی. ادب داشته باش وقتی کجا اومدم مرد حسابی، سر زندگیمون رو داغون کردی بابا. تو تای کیسش دیشیدی خونه رو اینجوری داری به فنا. کم کن بیا با هم بریم بابا. خب بابا دوست نمیبینی کوری؟ تو موقعی که داشتم خرج و رفتن نرفتن دانشگاه تو من میدادم چرا صدا در نمیومد ها؟ وقتی میخواستی ماشین بخری بندازی زیر پات بری پی اشغالت، کی سویش داد دستت؟ پول بدهی اون شرکت مسخره دوره همیتونو کی داد؟ پول جهیزهای مؤسسه همین خوشحالمو کی داشت میداد؟ حالا که من زمین خوردم بدهکار شدم، همه تو باید دور برداری جوی جفتک بندازی وسمت؟ حداقل به من بگی الان بابا دادگاه چی کار میکنه؟ من میگم شما که از سر سر بار میخواد بگی خب نمیگی. بگو بابا دادگاه چی کار میکنه؟ به خاطر چه کاری من دادگاه؟ به خاطر چه کاری تو بچه رو خودت نیستی؟ زامنم شده بود، امضا انداخته بود پشت چکا. آروم باش، آروم باش. امید گفتم بهش گفتم دهنه تو سرویس. بهش گفتم نرو، گفت حرف زدم باید خوش باشی. مردی که خجالت نمیکشه، دستی دستی خونه رو به باد داد. تو من که آروم، این چه تو حرف میزنی؟ بهش تو بزرگتری، تو کتابی. مادر چی شد دهنه؟ ببینم دهنه چی شد مادر. الهی بمیرم. الو سلام آقا جون. جلیله کجای شما؟ نه من با این حاجیه حرف زدم ردیفه. بده منم باش حرف بزن. حالا چون نگران نباشی، اینا ساعت 6 میان تا موقع ردیف میشه. ایشون مجید مامانم حالش خوبه.
آره شما فقط روحیت رو حفظ کن، دیگه نگران هیچ چی نباش. منم حرف بزنم. الو جلی جان، الو قطع کرده که بابا جون آخر تلفن عمومی دادگاه داشت زنگ میزد، موبایل که نمیذارم رو برای تو. آره بین دو تا دادگاه افت دوباره زنگ میزد. خودم باش میرفتم اصلا. تو این عرصات شما نباشی که بدتره که. آقا ما نیست. سلام علیکم. شما عد حالا همین امروز خواستگاری گذاشتین. آقا ما بابا یارو اون طرف دنیاست، از یه ماه پیش بلیط گرفته بوده امروز رو قرار گذاشته بوده. من چه میدونستم آخه اینجوری میشه. امید جان مادر طوری نشد. بگو هایده جون بذاری 5 دقیقه واسه خودم باشم تو رو خدا. چشم چطوری امید؟ لاغر شدی؟ مجیدم همینو گفت. سارا یه نکشو داده به تو؟ سارا جون خیلی چیزاشو داده به من. خاک تو سرت نکنم خاطر با این حرف زدنت. امید دمت گرم، این میوه و شیرینو تو صندوق در بیار. خره منظورم روحیت انرژیته. بله. جواب نمیدی؟ نه حوصله‌شو نه. کلن تلفناتو جواب نمیدی؟ چطور مگه؟ زنگ زده بودی؟ نه. میگم مطمئنی فقط خواستگاریه؟ گیر نده نه سفارشو مامانه. من میارم. خب زیاده بزر کمکت کنم. چیکار داری؟ میگم برو من میارم دیگه. خب سلام های دیجا. سلام بابا. سلام به روی ماهت. چه عجب. مگه سارا بخواد عروسی بیاد این طرفا. ای بابا من که اسم این کتاب من نایدی؟ توی داشبورده. هایده جون نمیخوای اینا رو تو حیب برد بشورم؟ نه ما در هوا سرده. بیا ببر تو مریض میشه. ببین اون وقت میگه سوگلیم نیستا. حرف بی خود نزن. بیا برو به مجید بگو بیاد بالا کارش دار. خوبی بره. نمیبینی مگه بار داره. خوبه لیباش؟ بدی نیست واسه سلیقه کسی مثل سارا بد نیست قابل درمان. بیاده از کجا نمیدونی که سلیقه خاطره نیست؟ بیارشون تو الان میام. داداش مجید احضار شدی مادر. هایده جون میذارمشون اینجا. امید جان مادر این لوسر پذیرایی رو چند سال من تمیز نکردم. کار خودت مادر. باشه چشم. خاطری جان. جانم. قربونت برم. دختر این خونه ای. اینا رو بهش بده. مواظب نردبونم باش. ببخش اینا. قربونت برم من واسه همین کارا اینجا. سربازی چجوریه؟ باله؟ دوست داری بری؟
آره، بعدم هم نمیام. کار تو نیست ولی نصفه ولش میکن. آه، تو تمامش کردی؟ میگم تو به من زنگ زدی نه؟ اشپایی کار اشپایی کار من الان قربونت برم برو این شیر میارو بچین. آخه من داشتم همین کار میکرم، هایدی جون گفت بیام میارو. خودش افبالا قربونت دست. من پس نگردم. آره اینه نگرد صرف نگرداری. باشه باشه، عروس بشه شالله. به پایینو بگی. اه امید گندت بزن، چقدر پاهات بو میده. تفلین دختر یک ساعت اینجا وایستاده. به پا خوب سارا. این پسر کوروش میدونه یه بار قبل ازدواج کردی؟ اون ازدواج نبود. خب حالا هرچی که بود بالاخره یه دورانی با هم بودین دیگه. من نمیدونم یعنی چی. نمیخوای بهش بگی؟ بابای آشنا پیدا کرد، شناسنامه‌مو عوض کردم. من که فکر کنی المصنع و پول ننوز کردم. شناسنامه که مهم نیست، فکر نمیکنی حق طبیعیش یه سری چیزا رو قبل ازدواج بدونه؟ گذشته آدم‌ها به خودشون مربوطه. فرشم کسایی که اون ورزه نمی‌کنن اصلا این چیزا براشون مهم نیست. چیزی که مهم نباشه آدم پنهانش نمی‌کنه که. ببین برادر من، این چیزا برای من دیگه الان اصلا مهم نیست. من می‌خوام ازدواج بکنم، یک ازدواج خوب. همین. لطف می‌کنی یکم راجع به ازدواج خوب برامون توضیح بدی ها؟ آه امید خفم کردی، بودو دیگه کار دارم کلی. برو تو به کارت برس. بابا بعد موهامو رنگ کنم، کلی کار داریم خاطره. میدونم میگم کاری باهات ندارم دیگه. نمی‌افتی؟ نه نمی‌افتم اگه تکونش ندی. برو. مجید گفتی بیاد بالا؟ آره ماما، رفت تو اتاق بابا. حاج آقا مامانی رو هم زنگ زدم، ردیف شد پیره دیگه، آقا جون تو عصر میاد. مجید، من نخواستم جلوی امید زیاد به پر و پات بپیچم، ولی میدونی که امروز به جای اون بنده خدا تو باید میرفتی دادگاه. روز خواستگاری دخترشه. تو اصلا میفهمی روز خواستگاری تنها دختر خونه یعنی چی؟ چرا نمیفهمم؟ نزن. یه همچین روزی پدر مادرها هزار تا آرزو جلو چشمشون میاد. دختر دلش میخواد باباش پیشش باشه. نکن. میدونی اگه پدر دختر توی خواستگاری نباشه چه آبروریزی میشه؟ اونم یه همچین پدری که یه با اعتبار خودش جلوی مردم خونواده. مجید اینا رو بفهم. جوری دارید میگه اینا قرار نیست بیاد. میاد دیگه تا از من به شما دارم. خب من میگم چرا الان باید اونجا باشه؟ چرا الان؟ چرا داد میزنی الان؟ یه کاری که شد الان چی کارش کنی؟ الله اکبر. مجید به خدا اگه یه تاری مو از سر بابات گم بشه موهات آتیش میزنم. این همه گفتی بیا با هم حرف بزنم، میخواست بس من خط نشون بکشیم. دست شما درد. این پولی که 4 ماه پیش بهت دادم چی شد؟ کدوم پول؟ همین که گفتم مال جهیزی است، مال مؤسسه است. گفتی 2 هفته‌ای میدم. بعد بلا شد رفت. چی؟ گفته بودم بهت که تو معامله آقا براتی یه گله گرگ دورم کردن، همش هاپولی کردن رفت. اینقدر شروور نگو. گرگ خود توی. بعد این همه سال کار خیر کردن خیلی زور داره. امروز این قیاسیه بلند شه بیاد اینجا یه جوری که نه سیخ بسوزه نه کباب، بخواد بفهمه که پول جهیزیه چی شده. روش نشد بپرسه چون من مدیر اونجام. فکر کنم الان خودش و بقیه هم فهمیدن که من پول از توی گاف صندوق مدیر اونجا مگه نیستی؟ وقتی مدیر اونجا یعنی میتونی با اون پول هر کاری دلت خواست بکنی. تمام شده. چرا نمیفهمی؟ پول مردمه، نذر کردن جایزه بخرن. پول مردم مگه نیست که نذر کردن؟ این همه وقت ما نذر این مؤسسه که نگاه کن تو رو خورم، فقط رسید تحویل ما داده. ولی برام مؤسسه نذر ما بکنه. من الان خودم هم بدبختم هم بیچارم. اصلا فرض کن من یکی از آدمای تحت پوشش مؤسسه شو. الان ته چیزی که واسه ما مونده مادر جان همینه. تمام شده رفت. اینا تا زیر پای فیل کشیدم بیرون. من بذارم این دوبه این پولا رو بگیرم پاشم بیام میام. مجید یه دقیقه زبون به دهن بگیر. این پول جهیزه مریمه که رفته رو هوا. من این پول الان میخوام. بده پول مردم. بده دیگه. بنده پامشم میرم دوبه.
این درهم رو از دست اون گوساله ها میگیرم، قلفتی میارم میدم خدمت شما. چنجش دیگه با خودت. خدا خیرت بده. ایشالله که ای تشریف میبرین دوبه؟ فرد یا هر وقت که بلیت باشه من میرم. همش به من گفتی امروز فردا، امروز فردا. من از دست تو چه خاکی تو سرم بریزم؟ باز با تو کار دارم؟ نمیدونم، به خدا دیگه نمیدونم. مامان! مامان! خاک بر سرمون شد. سلام مامانی. سلام، خوبی؟ صبح بخیر. الهی مادر قربان قد مادر. چه عجب، دلم براتون تنگ شده بود. آخه دل منم تنگ شده بود. خوبی، خوشی؟ خواهد لخت سرما نخوری؟ جلیل خانه است؟ نه، صبح زود رفته، چند تا کار اداری داشت، من ندیدمش. ببینم این لعبتو. دوستش داری مال توی لعبت. خیلی خوب، کجا پیداش کردی؟ تو بیا همدان، مرزی لعبت ها زیاد دارم تا بهت بدم. از اون لعبت چی؟ تو دهنت با شیر میده، وقت یه حرفات نیست. ممنون مامانی، مگه تو به فکر من باشی؟ مامانت که قربانش برم، فکر جهیزه مردمه، فکر بچه هاشون، شوهرش و زندگیش نیست. چی بگی؟ این مال کیه؟ مال خاطر هست دیگه. خاطری که رنو داشت. قربونت برم، چه یادت هم هست. آره از این رنو پنج احمقا موندهش بالا رفته؟ اوتوماتیک هم هست، خوبه، خوب چیزی. من فکر کردم مال وجیده. امی جانم، پله هاتون زیادتر شده؟ نه قربونت برم، من به چیزی دست نزدیم، همه چیز هم حالت سابقشه. آخه از این وجیده هیچی بعید نیست. میگم مامانی جانم، حالا چی شده از این همدان دل کندی؟ این معدم زره درد میکرد، رفتم دکتر، گفت که باید بازش کنم، ببینم چی به چیه. حتماًم باید تهران عملت کنم. ناچار شدم. والا حالا حوصله آمدن نداشتم. وقتی آدم مریضه باید بگه چشم. درد من اینه که چرا هیچی به من نمیگی شما؟ آخه میگفتم سارا طلاق گرفته، شما رو به هم میریختم. چرا باید هم چی کاری میکردم؟ شاید یه فکر به ذهن من میرسید، نمیذاشتم زندگی بچه از هم بپاشی. نه خانم جون، سارا خودش تصمیم داشت، خودش اصرار کرد، مام دیگه کاری از دستون بر نمیومد. تو هم عقلت دادی دست این بچه. سارا جان، حامد که بچه خوبی بود، هر وقت من میدیدمش میگفتم الهی شکر سارا خوشبخت شد. چرا همه چی میخواستی به هم بزنی؟ بله، جلوی شما پسر خوبی بود، ولی مرد زندگی نبود. مرد زندگی نبود یعنی چی؟ تو قضیه رو بر من بشی بفهمم چی میگی. حالا شما امروز کوتاه بیا مامان جون، قربونت برم، امروز خواستگاریه دیگه دوباره. چی بهتان بگم؟ ای که خواستگاریه، اینه چرا از من پنهان کردین؟ ای که شادی بود. خب آخه وقتی طلاقون نگفتیم که دیگه نمیشد خواستگاری رو هم بگیم. نه، گفتین یه پیرزنه میفته میمیره راحت میشی. ای که تهران بیا نیست، تازه بیا تهران رو میره خانه یکی دیگه، بذار از اسرار خانه بچهش خبر نشه. حالا من نفهمم، دیگرانم نمیفهمم. به خدا به بقیه هم نگفتیم، هیچکی نمیدونه. چی بگم؟ بذار دردات تو دلم بیام. مامانی، الهی قربونتون برم، شما هم صلوات بفرستین تموشه بره دیگه. میخوان اصلا بلندشین بریم تو تراسی هوایی عوض کنیم. تقصیر تو نیست، تقصیر بزرگتراته. اگه بزرگتر خانواده درایت داشته باشه، بچه‌هاش سر و سامان میده. آه، او مجید، با او سن و سال هنوز عزواغلیه. باید زن و بچه داشته باشه. میدونم اون روز زمین یه هرکی میرسه یه لگد نسارمون کنه.
خانم جون، شما همیشه بدترین موقع رو واسه طعنه زدن پیدا میکنی. ولی همیشه هم راست میگم، نمیگم؟ بله، اینکه پسرتون هنوز آدم متمولی به نظر میاد، اینکه هنوز همه فکر میکنن این خونه اعتبارش به راهه، اینکه هنوز مؤسسه و اون بزرگی داره میچرخه، کی مدیریت کرده؟ شما که وضعیت خونواده پسرتو میدونی، همه این سالا خوشگلی و ظاهر این خونه رو کی حفظ کرده؟ آبروداری سخته، اونم با این گرفتاری. منظورم به اینقدر رسیده. وف 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 ببین یعنی امروز تموم نمیشه ها. ببین بدبخت حق داره، مسئله به این مهمی رو از مادر بزرگتون پنهان کردیم، اونم عزیز. خلو نگفتیم نشد. ببینم ما تو بیا خوش رنگ شد پشتشو ببینم. بیا عالی شد. چقدر بهت میاد. آره شورش ببینه چقدر خوشش بیاد. بار بابا قشنگ دوشیزه شدی. حسن خدا داده را حاجت مشاطه نیست. حرفای دوستمون رو میزنی؟ چیه دوست نداری؟ نه الان که اصلا نه. امی جونم مامانی جلیل قلبش بهتره. من خیلی وقت ندیدمش. یعنی تو از اونجا زنگ نمیزنی واسه؟ نه نمیتونم مامانی، چی بشه برم تو شهر بعضی وقتا با این تلفن کارتیای زنگی بزنم. چرا با سربازیت باقی موندی؟ نمیدونم. یعنی چی نمیدونم؟ هست دیگه، مونده یه چند وقتی مونده. اونجا وای نسا، بیا بشین اینجا کارت دارم. جانم اینه بگیر، پیش تو باشه. چیه مامانی؟ کلید خانه همدانه، میخواستم بدمش جلیل. پیش تو باشه بهتر، جلیل که بیاد این زیر دست با گرگو میشه. خب چرا پیش خودت نگرش نمیداری؟ قربونت برم، فردا میخوام برم زیر دست جراح، شکمم باز کنن ببینن چه خبره. حالا معلوم نیست از اتاق من سالم برگردم. نه دور از جون. راستی خواستگار سارا کیه؟ پسر همسایه یه قرن پیشمونه. شغلش چیه؟ چه میدونم، میگن آلمانه، تو بی ام و کار میکنه. پس وضعش خوبه، مایه داره. اینطور میگن. وضع این خانه و شما رو خبر داره؟ ظاهرا نه. ای آدمی زن چه راحت چشمشانه رو حقایق بعضی ها میبندن. زندگی با او خوبیه به هم زد که حالا بره قربت المان. المان ویران بشه المان. چی بگم یار قشنگمو بلند مشکی پوشم، فدای ابرات شرق شرق نزن تو گوشم. الان یه دونه از اون پیتزایی که دوست داری واسهت میگیرم بخوریم حال کنیم. بپر بپر از اون سفارش بده بیم. بزن پیش سرتا میذاره باتر بخندیگه. بابا تو رو خدا خجلت داده بخندیگه. من خودم بود یه چیزایی رو نمیدونستم. آدم اصلا یه چیزایی رو ندونه جونش رو حد داره. بکنیه عزیز جانه، فکر نکنید یه وقت حواسمون به شما نیستا. آخه امروز عروس داریم. مگه تو فکر ما باشی؟ عروس که یادش این مهمانم داره، باید پذیرایی هم بکنی. فداشم کی باشه تو عروس بشی؟ وقت تلافی کنم. ای بی دست های قشنگ نیست، دستکش بپوش پوست خراب نشه. چشم. مجی جانم خره جانم، میگم بیا دختره رو بگیر. کدوم دختره؟ همه خاطره رو میگم. او باس باسه که بذار جیبه
با دارم حرف میزنم. خب بابا چشم. خاطره دختر خوبیه. معلوم زن زندگیه. ببین امروز که خانه ریخته پاشو و برو بیاز همه جا رو سرانجام داره میده. فکر همه چیز هست. چشم چشم. تازه ماشینش هم اتوماتیکه. ها بابا. والا. تو هم که یکی میخوای جمع جورت کنه. راست. کی از این بهتر؟ تو خودت رفته تو قارت. این خفاش. معلوم نیست اونجا چه غلطی میکنی. نه. من خفاش نیستم. من عقابم. از زن میترسم. زن میاد اینجوری بالای عقابو میگیره باز میکنه. بعد تو فکر میکنی میخواد الان پرش بده. ولی یهو دوتا سنگ میذاره روش. نه بابا. میگه تو خوشگلی بشین جلو من اینجوری نگاهت کنم. عجب. غافل از این که عقاب باز پرواز کنه. درسته؟ تو هم که پرواز میکنی. او بالا هرچی گیرت میاد میخوری. فضلهاش میای بیرزی توی خانه. آی بابا. خیال میکنی از گنکاریات بیخبرم؟ آه برم کنترل خود میخوایم پیتزا بخوریم حالمون رو به هم نزن دیگه. پول میمان بهتر از دارد. کمک میخوای؟ چی؟ گم بیام کمکه؟ نه تموم شد. بله. یعنی واقعا شما میتونستین تا 3 ماه دیگه صبر کنین؟ نه اصلا. من کی شما رو زور کردم؟ نه معلومه که نه، من فقط حرف پدرم رو بهتون گفتم. خب این یعنی که یا الان بیاین ایران یا هیچ وقت. آره دیگه. باشه. اصلا من شما رو 3 ماه زودتر کشوندم ایران. الان ناراحتین؟ قبول شدید. زشته نگین این حرفو. شب میبینمتون. خدافظ. ببین چه زحماتی که ما نباید بکشیم. آره به خدا. اصلا خودم میومدم میگرفتمت. انقدر که متشخص شدی. زهره ما. ببین فکر کنم با این تفاصیل باید کد دامن بپوشم. آره دیگه منطقیه. باش. پس بریم بالا چیز برام انتخاب کن. باش. بابا ولش کنی. برو الان بیا. بیا. اومدی یا؟ بودو بیا. اخمی گوشنشین شدی؟ امید جان او کنترل رو بده من. ممنون. سریع میشه تازه زده. یواش یواش لرزون لرزون من اومدم سر کوچه تو سارا پاشین بیا. عروسی خواهد تر مردم که از باش بینم خوش بینم خوش بینم بزن خوش بینم بیا پاشین آه نمیدم آمد شوانه لحظی آمد آمد شلی بیا Oh, yeah.
بزن. جلیله قطعش کن. باشه باشه باش. جلیل جان سلام. آقا شما کجایی؟ کی قاضی حکمو میده؟ ای بابا پولو نریخته؟ یای مام حسین جان هایده زنگ بزن تون تون خبر بده. خداحافظ مجید. این مؤمنی داره چیکار میکنه؟ پولو که نریخته که. خدا گفتش که میرزا حالا من دارم بیش زنگ بزنم ببینم چه غلطی داره میکنه. مجید به جون ماما میزم شیشه رو میشکونم میام دختتو میارم. آبا کن بابا رو نگهش میدارن. کوری نمیبینی؟ نگهش نمیدارن هم میارم. میبینی مجید رو بودم چی کار میکردم؟ میرفتم به قبرستونی خودم رو گمگور میکردم یه جماعتی از شهران راجم. نگهش نمیدارن اگه تو زر و زر اضافه نکنی نگهش نمیدارن. بابا ببین اگه بلایی سر بابا بیاد اگه یه تار مو ازش کم شه به قرآن مجید خودم میکشمه. به خدا این کارو میکنم مجید. فقط بده برو. امید وای چی کار میکنی؟ چی کار کردی؟ زدی داغون کردی همه چی رو. وای یا برو ببین مامان چه حالیه. اصاب داره یه ریس گریه میکنه. نمیبینه نمیفهمی داره ذره ذره آب میشه. سب کن پیاده شو با هم دیگه بریم. توی کی واسه من از مامان و بابا حرف نزن که به اندازه کافی اذیتشون کردی. اصلا این تفریه سر طلاق و طلاق کشی تو پیش دارن سارا جان. آره تو هم خوب بلدی وسط دعوا تقصیر رو بندازی گردن این. مگه غیر اینه؟ مگه غیر اینه که هر بلایی تو این خونه سرمون میاد گردن تو مجیده؟ مگه غیر اینه ها؟ تو چیکار کردی واسه این خونه ها؟ تو چه گلی به سر مامان بابا زدی؟ آبرونم مونده واسمون. چی؟ جمعش کن تام. آبرو کدوم آبرو؟ همه تون سرتون رو کردین زیر برف. حواستون هم نیست. برف آب شد تموم شد رفت. یه چیکش هم نمونده. همه دارن نگاهو میکنن. همه. آره. نمیدونم تو چرا میگی فقط توی که دلت میسوزه واسه همه. بخاطر اینکه اینجوری هست. مگه غیر اینه؟ دقیقا همینجوریه که من دارم بهتون میگم. آره. اگه خیلی دلت واسمون میسوزه، اگه خیلی دوست داری کاری واسمون بکنی، بذار یه امروز بگذره. بذار من از این خونه برم بعد هر کاری دلتون خواست بکنی. به خدا من میخوام برم. باور کن واسه هممون خوبه. خیال کردی من خوشم میاد جلوی لنده بودی که اصلا نمیدونم که یه جوری فیلم بازی کنم که ذوق مرگ شه؟ اصلا میفهمی من دارم چی کار میکنم؟ بکردی آسونه؟ توکلت به خدا باشه. نگران نباش. من دلخوریم از همین خداست. از خود خودش شکایت دارم. استغفرالله. این همه سال واسه دخترهای مردم جهیزیه درست کردم. از زندگی خودم و بچه هم زدم. واسه اینکه با آبرو برن خونه شوهر. سرشون خم نباشه جلوی شوهر و مادر شوهرشون. بگیر عزیزم. یکم ازی بخور. برات خوبه. کارم به جایی رسیده که به یه غریبه التماس کنم خودم از تو خونه خودم نندازن تو کوچه. میدونی جلیل خودش از من خواست بیام تهران. مثل یکی پیشبینی میکرد یه همچین روزی براش پیش بیاد و گرفتار بشه.
خاص توی مجلس یه بزرگتری باشه. مطمئن باش خودم مجلس اداره میکنه. بسه نخو امید جان، فقط بابای تو که نیست، بابای مجیدم هست. مجیدم که نمیخواست همچین چیزی پیش بیاد، یه معامله بزرگی کرده نتونسته جمعش کنه، بابا پشتش رو گرفته. این ممکنه واسه هر کسی پیش بیاد. بهت کن سارا جون، تو هم صدا داری. من فقط دلم از این میسوزه که این حیوان نمیفهمه با بابای خودش این کارو کرده. همین الانش هم داره راست راه میره، از اینکه لاقل بلند شه بره پشت در دادگستری. پاشه بره پشت در دادگستری چیکار کنه؟ چی بلند شه بره اون بابای بیچاره ببینه که موقع چک کشیدن فقط بابا نیست، که اون پیرمرد اینجوری پای آبروش وایساده به خاطر این. وقتای دیگه هم هست. این آقا اونقدر تومونش گوهی هست که ترسش از در این خونه بیرون نره. اینجا چی کار میکنه؟ یعنی امروز از هر طرفی داره میباره ها. حالا اومده دیگه، نمیشه بیرونش کرد که. بسا ببینیم حالا چی کار داره. هر کاری امروز باید باشه بیاد اینجا. چه میدونه امروز اینجا چه خبره؟ نه یعنی میگم شانس منو بدیم، اون از مامان جون، این اولا از آمه. اینقدر هرس نخور، من درستش میکنم. بده من ببرم ماما. نه خودم میبرم. باز نمیکردین در دیگه. من باز نگردم که. آمید جان دلم برات تنگ شده. منم همینطور. تو زحمت افتادی. اول مادرشون. من میل ندارم مادرشون. ممنونم، دستتون درد نکنم. باشه جان. تغییر کردی. چه عرض کنم، پیر شدیم دیگه. خوش دیبتر شده. لطف دارین، شما هم شما دارین. حقیقتش یه کار کوچیکی با مجید داشتم، هرچی زنگ میزنم موبایلش جواب نمیده، گفتم یه سر بیام خونه شاید بتونم ببینمش. خوب کاری کردی آمدی، اتفاقا مجیدم خونه است. چه خوب. امید. بله. برو به مجید بگو بیاد بالا. امید وایسا، خودم بینم. سارا خودش یه وزد زیر همه چی. این نگم دوستم نداشتم، شایدم داشت، اصلا نمیخوام قضاوتش کنم، ولی وقتی وارد زندگی من شد تازه فهمید اصلا به هم راحتی هم که فکر میکرد نیست زندگی. باش حرف میزدم کلی، گفته بودم بهش یه دانشجوی دکتر ادبیات نهایتاً چیزی نداره، خیلی بشه میشه استاد دانشگاه، یه خیلی پیشرفت کنه میره تو هیئت علمی دانشگاه. چقدر دوب میدم اصلا مطابقت نداشته که با خواسته های کسی مثل سارا. تو حق میدم یه وقت هایی بهش، حال توی محیطی بزرگ شده بود که سخت بود دیگه بکنه ازش بیاد توی زندگی سخت. حالا چیکار کنیم؟ نمیدونم. هر جا دست میذاری میریزه پایین. از کوروش نمیتونه بگیری؟
بعض زندگیمونو بفهمه به پشت سرش هم نگاه نکنه. تو چطوری این همه پولو نفله کردی؟ من این پولو نفله نکردم مجید جون، بفهم قضیه واسه کوروش خیلی خیلی خب حالا دیگه حالا جای جلو من پرت پلا میگه. باز خاطر تو دو سره بده کار شدم، پول جایزه این دختره رو گرفتم دادم به تو، حالا هم به حاج خانوم بده کارم هم به شوهر سابقه. چشم من کور داشت بزرگترم دیگه همینه که هست. اصلا نترس، حالا پاش برو بالا، سینه ستب، قرص محکم، سر بالا. بگو نمیدونم داشت مجیدم کجاست، معلومم نیست کی برمیگرد. آقای امینی شما وکیلشی، وضع ما رو بهتر میدونی، من که دیگه نباید برای شما توضیح بدم. آخه کدوم آشنا میاد سندشو وثیقه بذاره واسه یه همچی رقمایی؟ من از شما خواهش میکنم یه کاری بکنین امروزو به خیر بگذره، آبرومون در خطره. بله پس خبرش با شما، من منتظرم. خداحافظ. خداحافظ. کی بود؟ امینی بود. مجید گو بسه یه کاریش میکنم. چی روی؟ داداش مجیدم خونه نیست، رفته بیرون. مرسی خانم. الو سلام، تصدقتون قربونتون برم جانم. حامد جان مجید خونه نیست، چی کار کنی؟ حقیقتش چطوری بگم، من یه پس اندازی کرده بودم، پارسال مجید ازم قرض گرفت و جاش بهم یه چک داد، هر وقت گفت برو بانک رفتم دیدم حسابش خالیه. الان واقعا به این پول احتیاج دارم، چند وقتی هم هست که مجید جواب موبایل شنید. من واقعا شرمنده شما و خانوادتونم، ولی امروز هر طوری شده من باید پولم رو پس بگیرم ازش. یه چند روزی که من هستم با باباش صحبت میکنم، مسئله رو برات حل میکنم. قربونتون برم، ولی قبلا قضیه رو به حاج آقا هم گفتم، بس که هیچ کاری از دست ایشون هم بر نمیاد. یه امروزه رو مهلت بده چشم، من خودم درستش میکنم. باور کنید نمیتونم. حامد، حامد یه دقیقه بیا بیرون. ببخشید. ببین حامد جان، آقای دکتر میدونم از دست من شاکی، میدونم دوست داری سر به تنم نباشه، ولی باور کن من دوستت داشتم. خفه میکنم از روی بچگی بود، بعد که عقلم رسید دیدم مثلا آدم زندگی کردن با یه اند معلومات نیستم. من دلم میخواد برم استادیوم فشای آبدار بدم، برم کوه اینقدر جیغ بزنم تو بهمن بیاد روم. تو اینا رو نفهم، واسه این چیزا بود که من پشیمون شدم، وگرنه دوست داشتم. این چیزی هم که اینا الان دارن ازت مخفی میکنن، اینی که الان داره بر من خواسته کار میاد، یک قرون پولم تو جیب کل خانواده نیست. حالا میخوای چی کار کنی؟ ازم انتقام بگیری؟ بگم گوه خوردم دلت خنک میشه؟
هنوز نفهمیدی واسه چی اینجا. سارا من گفتی از مجید طلبکاری، پولتو میخوام، چه فرقی میکنه حالا؟ بگیر برو کارت را بیافت. امید جان، جانم مادر این امینی جواب نمیده، بگیرش ببین میتونی بگیریش. سارا، سارا جان، جانم چی شده مادر؟ هیچی. حامد گفت رفت. خیالتان راحت، پسر خوبی بودا، اما لازم بود پاش از زندگیتان قطع بشه. خودت لوزکو چی شد؟ هیچی، یه مقدار پول جلیل پیش به امانت بود، دادم بهش رفت. مخمل بهش کرده بشه. ولی ما نمی کنن، دست از سرمون بر نمی دارن. کیه؟ می شناسینش؟ به قیافش که می خوره طلبکار مجید باشه. می خواهی من ببینم که فایده تو رو خدا در باز نکنی. مادر جان مگه میشه در باز نکنی؟ دیگه فکر کنم مرزی خانونا تو راه هن، اگه این یارو بخواد تا موقع اینجا وایسه که. آره راست میگه. خب چاره نداریم، باز کن دیگه. باز کن. منزل خانم صادق وزیری؟ بله بفرمایید. یه لحظه اجازه بدید. از گل فروشی فرشته اومدم خدمتتون. از طرف خانم قفاری. مبارک باشه. به سلامتی. مبارکتون باشه. به سلامتی. بله. به سلامتی. آقا یه لحظه. پول پیتزای چیز مونده؟ داری؟ زحمت نکشید. آقا شما در نکنید. خیلی زحمت. سلامتی. خیلی ممنون. قربون شما. مخلصی. خوب کردم نه؟ داشتی دیگه. حالا به مثال بعدی ما توجه کنید. این هم لحن و آهنگ زبان آلمانی بود از زبان یک کودک خردسال. حالا یک بار دیگه به سلام آغاز برنامه توجه بفرمایید. لیبه هوررینن und هورر. بس تو این کفشا رو که این خریدی پاشنه بلند و خوبه. آره خیلی خوبه. لباس بچه لباس با خوبه. بله درجه یک مثل همیشه. برو تو برم خوشبخت بشه دخترم. امید با پاشا این لباساتو عوض کن دیگه، از صبح همینه تنته. مگه چه پادگانه؟ اه الان میرسن. ببندش قیافه شنیم. سارا پس من برم دیگه. ببینه خوب شد؟ نره خوب شده. ببینه اون دیگه شبای کام. نه بعد برم فقط همین تو خواهد. باشه 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 قربونت. خیلی دست درد نکنه، کل امروز خسته شدی. برو بابا دیوونه. بد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای عروس خوشگل خودم. هزار ماشاءالله. هایی دیجون من برم. کجا؟ من برم قرار دارم. بمون دیگه. نه مرسی. خیلی زحمت کشیدیم. دست درد نکن. هزار ماشاءالله.
ببین یه خورده دیگه دل به کار بدی قشنگ خفه میشم خیالت راحت میشه. کچل واکن اون سه گرمه آتا دلمون گرفت دیگه. سیگاری هم که شدی؟ به جز اینکه لاغر شدی حافظت هم ضعیف شده. آره ضعیف شده. اشتباهی فکر میکردم هنوز دوستم داری. پس حافظت ضعیف نشده. گذر زمان رو نمیفهمی. هنوز یه سال نشده ها؟ اه؟ جدی میگی؟ نیست به من خیلی سخت گذشته؟ فکر کردم دو سه سال پیش بود. من به سخت گذروندم. سارا رو چرا فروختی؟ چی میگی امید؟ خیلی من اسکلم نمیفهمم حامد کی برداشت آورده اینجا؟ امروز روز خواستگاری سارا؟ شما همتون کلن اهل فرارید. تو، سارا، مجید. آره منتها حواستون نیست همه اونایی که ازشون فرار میکنین یه روز یقتون رو میگی. من فرار نکردم. بعد از صبحات شل بود که درستون همه چی ول کردی رفتی لب مرز. دفعه بعد فندک حامد و جلو سارا در نیار. الو آقای امینی، من همسر جلیلم. موبایل جلیل خاموشه، مگه دادگاهش تموم نشده؟ بله کجا؟ زندان؟ چرا شما یه خبر ندادین؟ شما وکیلشی؟ من الان چه خاکی به سرم بریزم؟ من سندم کجا بود؟ هایده جان؟ آرام باش عزیزم. ایفای خانم جان، جلیلم رو گرفت. نگران نباشی، توکلت به خدا باشه، درست میشه مادر جان. آبرو برامون نمیمونه. مرزی اینا بیان، جلیلم نباشه. من چه نباشه، لازم نیست جلیل باشه. من هستم.
فقط ببین بسپارش به من، کاری بکن بچه ها امشب از قضیه چیزی خبر نشه. هایده جا، هایده جا، قدرت داشته باش، مقابل باش عزیزه. خدا چه کنم خانم جانم، مامان جانم، مامان رسیدم جانم، مامان چی شده؟ هیچی. گری کردی؟ نه از خوشحالی مادر. خوبی؟ خانم جان بفرمای خوب، قربونت برم چقدر خوشگل شدی. بعضی بادها دست آموزند، بعضی وحشی. آدمیزاد آنها را می‌شناسند و به نام می‌خواهند. نام من باد سباست. هنوز خیال می‌کردم که بی نفسم و جرأت نداشتم که در کارش دخالت کنم. متوجه نبودم که بعد از این همه سفر ریه‌هایم واقعاً قوی شدند. اما وقتی دیدم که باد دیو تنور کشان هرچه تاریکی بود جمع می‌کرد و بر این ده بی پناه می‌پاشید، تنها چیزی که به فکرم رسید این بود. منی که خود را درمانده می‌پنداشتم، ریه‌هایم را تا آنجا که جا داشت باد کردم و با تمام قدرتم در جهت مخالف دمیدم. وقت دل بستن من رسید. وقت دل بستن همیشه میرسد، اما گاهی رسیدنش نوعی است